نگرانی ها در مورد رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ همچنان در سطح جهانی و در کشور آمریکا ادامه دارند. اما ریاست جمهوری ترامپ یعنی چه و آن از چه زوایایی می توان مورد ارزیابی قرار داد؟ سرکار آمدن ترامپ چه تأثیری بر وضعیت رژیم در صحنه بین المللی و در داخل کشور دارد و دلیل هراس رژیم از کاندیدای کابینه ترامپ چیست؟ و بالاخره سرنوشت لابی های رژیم در آمریکا با روی کار آمدن ترامپ چگونه رقم خواهد خورد؟ امروز در خدمت آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا به این سوالات بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای عظیمی، خوش آمدید به رادیو ایراوا و خوشحالم که دوباره فرصتی پیش اومد در خدمتتون باشم. با سلام به شما خانم غفاری عزیز و با سلام به همه شنوندگان شما در هر کجای دنیا که هستند، من هم خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی پیش اومد که بتونم با شما و از طریق شما با شنوندگانتون صحبتی داشته باشم. خواهش میکنم آقای عظیمی، همونطور که میدونید تحلیلگران انتخاب آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا رو از جهات مختلفی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار میدن. میخواستم از شما بپرسم که شما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو چگونه ارزیابی میکنید؟ عرض کنم که این انتخابات رو به نظر من از سه نظر مختلف میشه بررسی کرد. یکی از نظر جهانی و با درک بحران جهانی که این روزها باش روبرو هستیم، مشخصا بحران بنیادگرایی اسلامی که به یه معضل جهانی تبدیل شده، یکی هم از نظر خود شهروندهای آمریکایی و یه نظر سوم از نظر مردم و مقاومت ایران که مشخصا در رابطه با رژیم حاکم بر ایران و پروسه براندازی این رژیم که خلاصه خواست همه ایرانیان هست، چه تأثیری متصور هستش. از نظر جهانی باید توجه داشته باشیم که این انتخابات در زمانی داره به وقوع می‌پیونده یا به وقوع پیوست که دنیای کنونی ما از حدوداً مثلا یک دهه پیش و شاید هم بیشتر درگیر یک بحران هستش. بحران به شکل یک پدیده شوم و سرطانی به اسم بنیادگرایی اسلامی، همون چیزی که پدرخوندهش آخوندهای حاکم بر سرزمین ما ایران هستند و الان هم در دوران بحرانی اون به نام داعش شناخته میشه. بحث خود این بحران و اینکه چرا این بحران یه بحران جهانی شده گفتگوی جداگانه‌ای رو واقعا لازم داره، اما اگر من بخوام در یکی دو جمله انتهای این بحث رو بگم به این شکل میشه که اولا دولت‌ها به خصوص در غرب کلاً به خاطر تحلیل غلطی که از این پدیده دارن و به خاطر اینکه خودشون ابزاری که برای جنگی با این پدیده لازم هست ندارن، به طور ذاتی و محاوی اصلاً توان مقابله با این پدیده رو ندارن. مشخصا این که این بحران فقط با جنگ حل شدنی نیست و باید به طور ریشه‌ای با یک سلاح ایدئولوژیک که مثلا یک اسلام بردبار و غیر بنیادگرا عرضه کننده اون هستش حل بشه و در این حال پدرخونده اون هم که در تهران حاکم هست دستش باید از منطقه و کارهای تروریستی که تو این منطقه و جهان انجام میده کوتاه بشه. و خلاصه این که چون محورای اصلی مبارزه با این بحران الان این محورای مشخص نیستن، این مبارزه در حال پیشروی و جلو رفتن نیست و جنگ های نظامی فرسایشی که همین الان در عراق و سوریه با داعشی ها در جریان هستش شاهد همین ماجرا است. نکته دوم این بحث بحران جهانی این هستش که به خاطر عدم توانایی دولت‌ها در مبارزه اصولی با این بحران، مردم به واکنش‌های خود به خودی دست می‌زنند و مشخصاً در بسیاری از کشورها جریانات راست و افراطی، اون هم در قابل ماسک‌های مثل ناسیونالیسم که فقط به نظر من یک ماسک و برای توجیه قضیه است، در حال خودنمایی هستند که این جریان ها مثلا در انگلیس به رأی تعجب آفرین مردم برای خروج از اتحادیه اروپا یا برتکس کنجر میشه و الان در تمام اروپا هم در حال رشد این جریان. و درست در این نقطه است که انتخاب شدن آقای ترامپ بازم مثل بریتکس با کمال تعجب همگی تا حد قابل پیشبینی هم بود در این دیدی که بحران جهانی رو مورد توجه قرار میده و میشد اون رو درک و تحلیل کرد. انتخاب آقای ترامپ از منظر دیگه مربوط به مسائل داخلی خود آمریکاست. از موزل فرض کنید کار و تقسیم درآمد گرفته تا آزادی های اجتماعی و فردی و غیره که خاطرم هست آخرین باری که در برنامه شما شرکت کردم در مورد اونها نکاتی مطرح شد و اون موقع دو سر تیپ که اون موقع آقای برنی سندرز و آقای ترامپ بودن رو هم در موردشون با شنوندگان شما صحبت کردیم. دقیقا. که به هر حال از دید خود مردم آمریکا یک سری مسائل مختلف و پیچیده در مورد این ریاست جمهوری مطرح هست.
که در واقع به خود شهروندان آمریکا مربوط میشه و در این اینکه خیلی جای صحبت و بحث هم ممکنه که داشته باشه، ولی خب لزوما دردی از میهن در زنجیر ما دوا نخواهد کرد، که این خودش اجبارا راه میبره به منظر و دید سومی که از اون میشه و باید این انتخابات رو بررسی کرد، و اون همینه که تأثیرات این انتخابات کلا روی رژیم و روی مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها چیه و خلاصه روند تغییرات به کدوم طرف میره. پس بذارید من این سوال رو اول مطرح کنم که چرا رژیم از برنده شدن ترامپ وحشت زده شده؟ تا جایی که هم تو که میدونید برخی عوامل رژیم جلوی دوربینا ظاهر میشن و از کابینه دونالد ترامپ به عنوان کابینه وحشت نام میبرن. در واقع هراس رژیم میخوام ببینم از کاندیدهای کابینه ترامپ برای چیه؟ سوال بسیار عالی خانم غفاری. اجازه بدیم اول یک بررسی کلی و اجمالی داشته باشیم که این دوران 8 یا بهتر بگم 16 ساله‌ای که الان داره تموم میشه چه دورانی بوده که داره تموم میشه. یعنی 8 سال ریاست جمهوری بوش دوم و 8 سال ریاست جمهوری آقای اوباما چه خیراتی برای آخوندا داشته که حالا از پایان اون انقدر ناراحتن و از اومدن دوران جدید به وحشت افتادن. بفرمایید. 8 سال بوش دوم رو اگه یادتون باشه با یه عمل تروریستی و عکس العمل غلط آمریکا در شروع جنگ ها در افغانستان و عراق بود که در حقیقت به همین گرده، به همون بحث بحرانی که در اول صحبت مطرح شد، شرایطی مشخصا در عراق به وجود اومد که رژیم آخوندی از همون اول سالهای پیروزی خودش در ایران و دزدیدن انقلاب ایاتون باشه شعارهای فتح قدس از طریق کربلا رو میداد و در پروسه تشکیل اون خلیفه به اصطلاح مسلمین جهان خودش بود. با شروع اون جنگ در عراق توسط بوش تونست اولا در همون شروع جنگ با شیطان بزرگ به توافق برسه که در مقابل اجازه ورود هواپیمای آمریکایی و متحدینشون به مرز هوایی ایران، اونها هم برن و قرارگاه مجاهدین در عراق رو بمباران کنن. یعنی این اول یکی از خیرات این ریاست جمهوری برای آخونده بود. که این بمبارون که به عنوان یک جنایت جنگی هست این کار انجام شد و بعد هم آخوندها نفوذ خودشون رو در عراق به شدت گسترش دادن. خیرات دومی بود. در یه طرف دولت دست نشانده مالکی رو سر کار گذاشتن، از طرف دیگه با خروج آمریکا از عراق و تحویل حفاظت کمپ اشرف به نیروهای عراقی، آخوندها یه پوان دیگه هم گرفتن و فرصت این که اپوزیسیون خودشون رو سر ببرن در سینه طلا بهشون اهدا شد. شما خودتون در جریان هستین و شنوندگانتون که یه داستان طولانی و پررنج و شکنجی بود که قهرمان های اشرفی تونستن تمام اون چیزا رو پس بزنن و زیر حملات موشکی و حملات صوتی و اون پروژه تیف و که آمریکایی‌ها برای مشخصا برای منهدم کردن اپوزیسیون ایران ترتیب داده بودن و صدها پروژه و طرح دیگه از همه اینا خارج بشن. یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که در اون 8 سال اول از این 16 سال با اینکه دولت آمریکا جمهوری خواه بود و جنگ طلب بود و غیره و غیره و غیره، تا اونجایی که به رابطش با آخوندهای حاکم بر ایران برمیگرده نه تنها خبری از جنگ با آخوندها نبود، بلکه اگر هم عملیات نظامی و غیر نظامی هم در کار بود هدف نابودیش جنبش مقاومت بر علیه آخونده بود. در کل تحریم و فشاری هم اگر در کار بود در کادر تعویض رژیم در ایران نبود و فقط به قول خودشون برای مهار کردن آخوندها بود. خب یعنی کلن این 8 سال خیرات بسیار زیادی برای آخونده داشت. در دوران 8 ساله آقای اوباما هم که به قول معروف گل بود به سبزی می‌زاراستش، خود آقای اوباما از روز اول میگفتش که من با دست باز و نه با دست مشت کرده به طرف ایران میخوام برم. که همین صحبت ایشون رو در این دوران بسیاری مسخره کردن که تو دستتو باز کردی، ولی آخوندها همچنان با شعار مرگ بر آمریکاشون که هر روز تو نماز جمعه سر میدن دستشون هنوز مشت شده باقی هستش. بعد هم همه دیدن و میبینن که همه دوران آقای اوباما تبدیل شد به این که برای این که با آخونده به اون توافق به اصطلاح اتمی برسه همه چشم ها رو بر همه چیزها بستن. یعنی در ایران مردم قیام میکنن و ندا آقا سلطانی هستش که در روز روشن قلبش هدف گلوله قرار میگیره و قلب همه دنیا رو به درد میاره و
اما آقای اوباما سکوت میکنه و هیچ وقت اسم ندا رو هم به زبان نیاورد، که یه موقع خدای نکرده طرف مذاکره کنندش ناراحت بشه و مذاکراتش خراب بشه. و اون قیام خاطرمون هستش، بود فکر کنم 7 ماه طول کشید تا روز عاشورا به اوج خودش رسید، اما همچنان آقای اوباما و ادمینستریشنشون سکوت و منتظر این که مشخصا منتظر این که چه موقع آخونده قیام کننده ها رو سرکوب میکنن که دوباره مذاکرات شروع بشه. اعدام ها در ایران به طور وحشتناک زیاد میشه با سکوت. آخونده در همه امورات عراق و سوریه و یمن با عملهای تروریستیشون دخیل میشن، پشت سر هم هواپیمای حامل اسلحه به سوریه و نمیدونم کشتی ها و هواپیماهای حامل سلاح به یمن که آخونده فرستندش هستن کشف میشه و افشا میشه، باز هم سکوت و چشم پوشی که یه موقع مذاکرات و حالا هم این قرارداد اتمی صدمه نبینه. ترور سفیر عربستان در خاک آمریکا هم بود که اوباما با یک بیعملی خاصی نسبت به اون برخورد کرد، اصلا اسمشو نیاورد. دقیقا مثال ها بسیار 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 زیاد هستش که اصلا تمام این دوران در همین خلاصه شده بود که بیعملی، چشم پوشی و پوان دادن های بی خود به آخوندها در همه زمینه ها. یعنی خلاصه این 8 سال همه چیزشون شده بود این قرارداد اتمیشون رو چشم بر همه چیز دیگر بستن. بگذاریم که خود این فعالیت اتمی رو اگر فقط یک پرانتزی باز کنم و بگم، واقعا به لحاظ اقتصادی و به خاطر هدر دادن امکانات و استفاده نکردن درست از منابع مشخصا نفتی کشور، یکی از بزرگترین خیانت‌های آخوندها به نسل جوان میهن ما هستش. در که اگر دنبال احیای صنعت نفت بودن و اون کار رو به جای اتمی دنبال میکردن، بسیار کار داخلی تولید شده بود، تولیدات ملی ما رو در بسیاری از شاخه ها بالا می برد. به هر حال این آخوندها قبل از اینکه اصلا به این موضوع پرداخته بشه که در دوران ریاست جمهوری ترامپ چه اتفاقی خواهد افتاد، موضوع اصلی اینه که دوران اوباما ماهای آخرش رو داره طی میکنه و این دوران داره تموم میشه و دیگه هم لااقل در آینده نزدیک قابل تکرار نیست. حداقل به اون شکلی که اوباما انجام میداد نیست. دقیقا. پس پایه ترس و وحشت آخوندها از این انتخابات برای پایان این دورانه. یعنی روی این پایه اگر ما نگاه بکنیم و سوار بکنیم بحثمونو، دیدیم که نه تنها خود آقای ترامپ در کمپین انتخاباتی خودش به شدیدترین صورت به سیاست‌های اوباما در مورد آخوندها و در مورد تروریسم آخوندی حمله می‌کرد، که مشخصا یه مثالی اگه بخوام بزنم، در یکی از صحبتاشون آماری میدادن به این صورت که رژیم آخوندی، یعنی جملهشون اینجوری بود که رژیم آخوندی که ایشون میگفتن ایران، میگفتن در 5 سال گذشته پشت عملیات تروریستی در 25 کشور مختلف در 5 قاره بوده. و اینکه آخوندها در نیم کره غربی و نزدیک ما هم گروه ها و هسته های تروریستی دارن، که مشخصا این مثالش رو خود شما مطرح کردین که میخواستن در واشنگتن در پایتخت آمریکا دست به ترور سفیر عربستان بزنن. که خود این آمار و ارقامی که ایشون مطرح کردن خیلی جالب بود و کسی هم اینجا انکار نکرد. و بعد هم همونجا خود آقای ترامپ قول داد که این شبکه ترور رو از بین خواهد. نکته دیگه اینه که زمین کسایی که آقای ترامپ به عنوان مشاورین خودش تا این نقطه داشته جز به کسایی هستن که کاملا با سیاست های اوباما فاصله دارن و نشونه وجود نداره که اونها سیاست های آقای اوباما در مورد آخوندها رو دنبال کنن. فرض کنید که مثلا اگر خانم کلینتون انتخاب شده بود که آخوندها خیلی هم دلشون می‌خواست این انجام بشه، ایشون اگر هم مثلا فرض کنید 100% با سیاست اوباما در مورد مبارزه با تروریسم آخوندی و اون توافق اتمی موافق نبود، لااقل به سبب اینکه همحزب هستن، در حال ایشون خودش رو به عنوان ادامه 8 سال ریاست اوباما معرفی میکرد. خانم کلینتون عملا نمیتونست که به طور کیفی از سیاست اوباما فاصله بگیره، اما برای آقای ترامپ فاصله گرفتن کیفی از سیاست های اوباما
مشخصا در مورد آخوندها و تروریسم آخوندی نه تنها عملیه، بلکه الان چیزیه که همه انتظارش رو هم دارن. بنابراین این آخوندها به همین دلایل مشخصه که از این تغییر و از پایان دوران اوباما هراس دارن، چون رژیم آخوندی از هر کسی بهتر میفهمه که وقتی که این پوان هایی که از طرف آمریکا میگرفت و با در نظر گرفتن که این پوان ها رو میگرفت، میخوام بگم پروژه های استعماری ارتجایی که داشت مثل لیست گذاری مجاهدین توی آمریکا شکست بود. با وجود همه این امتیازهایی که توی این 8 سال از آقای اوباما و ادمینستریش گرفت، باز نتونست مشخصا جلوی انتقال مجاهدین به طور تشکیلاتی و به صورت سازمانی از عراق و آلبانی رو بگیره که اینها شکست های بزرگ و فجیعی بود برای آخوندها، با وجود اینکه این همه پوان می گرفتن. پس بنابراین خیلی مشخصه که با پایان دوره اوباما دشمن های آخوندها، اپوزیسیون و مقاومت سازمان یافته ایران، مجاهدین خلق ایران وارد یک دوران جدیدی هم میشن که دیگه اون همه پوان ها به دشمنشون داده نمیشه. پس بنابراین خیلی مشخصه که اوضای مقاومت ایران از حالت قفل شدگی خارج میشه. دیگه ما امیدواریم که در سکوت بین المللی نداشته باشیم. بنابراین همه اینها برای مردم و مقاومت ایران خبرهای خوبیه، مشخصا به خاطر اینکه برای آخوندها و رژیم آخوندی اینها همش هراس‌آلود و ترس‌انگیز. آقای عظیمی، اگر که ما فرض کنه به هر حال تجربه ایست که ما گذروندیم تو این 12 سال گذشته که شما فرمودید، تجاربی هم از حزب جمهوری خواه آمریکا و هم از حزب دموکرات آمریکا به دست اومده در رابطه با رژیم ایران، اگر که دموکرات ها و جمهوری خواهان هر دو برای منافع حزبی خودشون و برای منافع استراتژیک آمریکا فعالیت میکنن، چه ضمانتی وجود داره که ما مثلا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو بگیم تاثیر داره توی وضعیت رژیم در صحنه بین الملل، یا اینکه تاثیر داره روی بحران هایی که رژیم در داخل کشور بهش دست به گریبان هست؟ سوال بسیار خوبیه و عرض کنم خدمتتون که این ضمانت به اون صورتی که خارج از اون کاری که مردم و مقاومت ایران انجام میدن ضمانتی وجود داشته باشه، همچین ضمانتی وجود نداره. تضمین اصلی دست خود ما هستش، دست مردم و مقاومت سازمان یافته ایران هستش. به این صورت الان به تشابه طبیعی اگر بخوام بگم، یک دوران زمستانی داره به پایان میرسه و در پایان زمستان یک بهاری شروع میشه. یعنی به این مشخصا به این صورت که در این 8 سال و 12 سال و 16 سال که داریم صحبتشون میکنیم، اصلا جایی برای کشت وجود نداشت و یک زمین سرد بایری بود که ما برای کوچکترین کاری باید بسیار بسیار زحمت زیاد میکشیدیم تا یه حاصلی بده. یعنی مشخصا این که ببینید مقاومت مردم ایران رو با یک برچسب تروریستی دست و پاش رو زنجیر کرده بودن این ادمنستریشن های، این دولت های آمریکا. کوچکترین کاری که ما میخواستیم انجام بدیم همراه بود با کشیدن دست و پای خودمون با این قل و زنجیری که به پامون بود. یعنی هر حرکتی نیاز به انرژی و توان بسیار بسیار زیاد داشت، برای اینکه نه تنها باید به طرف هدف کار خودمون پیش می رفتیم، باید با کلی مسائل و قل و زنجیرها هم سر و کله می زدیم. الان با رفتن اون قل و زنجیر، با عوض شدن اون رویکردی که غرب و مشخصا آمریکا در رابطه با رژیم آخوندی داره، کار ما آسان تر میشه، به صفت اینکه کاری که ما باید انجام بدیم دیگه کسی نیستش که سانسور بکنه و بلاک بکنه و کلن با سکوت و پرده پوشی نخواد این کار انجام بدیم. مثال بسیار ساده ای براتون بزنم، موزل اعدام های افسار گسیخته در میهن تحت ستم ما یک موزلیه که الان فاجعه باره. تعداد اعدام ها، شیوه اعدام ها، اینها واقعا برای نسل آینده یک عنصر بسیار بسیار تخریب کننده هستش. الان خود شما، بسیاری از شنوندگانتون میدونم که سال هاست که دنبال منع اعدام در کل دنیا هستید و هستیم، ولی در عمل ما روبرو بودیم با این که هر چقدر ما سعی کردیم در مجامع بین المللی این مسئله اعدام های افسار گسیخته روباه بنفش آخوندها روحانی رو
بیشتر و بیشتر افشا کنیم تا ارگان‌های بین‌المللی فشار بیشتری بیارن که این مسئله متوقف بشه و رژیم نتونه از این اهرم برای سرکوب مردممون استفاده بکنه، با یک دیوار بزرگی به صورت همین دولت‌های آمریکا روبرو بودیم که برای خاطر کار خودشون که می‌خواستن انجام بدن کمتر اشاره‌ای به این مسئله می‌کنن و کمتر دست و صدایی بلند میکنن که از این خواست به حق مردم ایران که توقف اعدام ها هست دفاع بکنن. خب طبعا کار کسی که میخواد در این زمینه کاری انجام بده در این شرایط یا در شرایطی که بود بسیار سخت هستش، برای اینکه باید برخلاف جریان آب شنا بکنی. الان اتفاقی که در حال رخ دادن هستش اینه که یک شرایطی داره فقط به وجود میاد که میشه از این شرایط استفاده کرد. یعنی به خودی خود این نیستش که چون داره دولت آمریکا عوض میشه همه چیز بر علیه آخونده و همه چیز به نفع مردم ایران هستش. فقط بحث اینه که اون شرایطی که مشخصاً بر علیه مردم و به نفع آخوندها بود اون شرایط داره تمام میشه. برابر این یک گشایشی فقط داره ایجاد میشه. چقدر ما از این گشایش میتونیم استفاده بکنیم تضمینش دست خود ما و فعالیتی هستش که خودمون انجام میدیم به عنوان ایرانی های وطن پرستی که میخواییم یک دولت ملی، یک دولت غیر مذهبی سکولار و یک جمهوری مردمی در ایران خودمون سر کار بیاریم که دیگه از چوبه دار و شکنجه خبری نباشه. پس آقای عظیمی، این نظریه که برخی میگن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اصلا اصولا فرقی به حال ما ایرانیان نداره، به نظر شما درست نمیتونه باشه؟ پس با این توضیحاتتون درسته؟ اگر بخوایم عطف به گذشته بکنیم، 16 سال گذشته واقعا فرق داشته. فرقش این بوده که به آخوندها داشته خدمت میشده. فرقش این بوده که اپوزیسیون سازمانی یافته رو دست و پاشو زنجیر کردن، جنگی را انداختن که باعث شد که ارتش آزادی بخش خل سلاح بشه و این آمریکا و متحدینش بودن که این کار را انجام دادن. اونها بودن که در کنار قرارگاه اشرف سازمان مجاهدین خلق ایران تیف رو را انداختن و پروسه‌ای رو شروع کردن که میخواستن اپوزیسیون سازمان یافته و مشخصا تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران رو از هم بپاشونن و نابود بکنن. اینها فرق و تفاوت هستش. الان هم موضوعی نیستش که ادمنستریشن جدیدی که میخواد بیاد دوست و همدل و همزبونه مثلا فرض کنید مردم و مقاومت ایران هستش. موضوع اصلی باز برمیگرده به این که یک دورانی عوض شد، یک دوران 8 ساله و 12 ساله و 16 ساله که بسیاری خدمات به آخوندها انجام داد، این دوران دیگه تمام شد. یعنی ببینید اگر ما بخوایم مثلا فرض کنید لیستوار هم که شده خدماتی رو که انجام دادن بگیم، از مثلا فرض کنید واقعا از کارنامش سیاه‌تر از کودتای 28 مرداد 1932 هستش که در زمان آیزنهاور یکی دیگه از رئیس جمهورهای آمریکا اتفاق افتاد. ببینید اینها در اول جنگ عراق را انداختن، قرارگاه های مجاهدین در عراق رو بمبارون کردن، مرزهای عراق رو به طرف رژیم و مزدوراش باز کردن که اونها بیان، عراق رو به رژیم و دست نشوندش که مالکی بود دو دستی تقدیم کردن. توی همین هول و هوش قراردادی امضا کردن با مجاهدین اشرفی که تعهد دادن برای تضمین قرارداد رو زیر پا گذاشتن. بیعملیشون باعث شد که اپوزیسیون ایران مجاهدین در زندان لیبرتی محصور بشن، محاصره قضایی و پزشکی چندین و چند بار حمله شد. اینها مشخصا خدماتی بود که با آخوندها انجام دادن. ببینید سکوت اینها در مقابل قیام 88 مردم ایران واقعا شرم‌آور بود. تو همون موقع دست دوستی دراز کردن به طرف احمدی نژاد و خامنه‌ای و بقیه آخوندها، دست دوستی برای قرارداد اتمی که همه میدونن که این مذاکرات از زمان احمدی نژاد و تحت فرمان خامنه‌ای شروع شده بود. بنابراین همون موقعی که قیام کننده ها رو داشتن در ایران در کهریزک
اون بلاها رو به سرشون می آوردن، اینا سکوت بود و بیعملی و دست دوستی دراز کردن به طرف آخوندها. بنابراین درست نیستش که آدم بخواد بگه که فرقی نمیکنه که اون باشه یا نباشه. حرف الان، حرف اصلی و ریشه ترس آخوندها که خیلی هم به جا هستش اینه که اون کسی که اینقدر خدمت میکرد دیگه نخواهد بود. این جدیدم همونجوری که عرض کردم خدمتون، نشانه هایی از این وجود داره که اونطور خدمت نمیخواد بکنه. بنابراین برمیگرده به تضمینی که عرض کردم، خودمون هستیم که خود ما از این شرایط جدید، از این ادمنستریشنی که دیگه نشانه هایی نیستش که میخواد اونقدر خدمت بکنه، چطور بتونیم از این شرایط ما استفاده بکنیم که روند جریانات بین المللی، مشخصا روند جریانات در سیاست خارجی آمریکا رو به این طرف بگردونیم که دیگه به اون خوشخدمتی ها به آخوندها راه ندیم. مقاومت ایران چه ارزیابی داره نسبت به انتخاب شدن دونالد ترامپ برای رئیس جمهور آمریکا؟ من الان نمیتونم واقعا از طرف مقاومت ایران صحبتی بکنم، برای اینکه تمام جریانات هنوز به صورت به قول معروف مایع هستش، فلوید هستش و جنبندی ها ادامه داره. ولی چیزی رو که الان از طرف مقاومت ایران با تکیه به صحبت های بقیه همرزمان میتونم بگم، همینه که خبری که میشه به اصطلاح اون رو با ارزش تلقی کرد، همین مسئله پایان دوران هستش. یعنی چیزی که مقاومت ایران الان یک پارچه بهش اعتقاد داره همینه که چون پایان دورانی در شرف اجرا هستش، چون ما در جریان این هستیم که ادمنستریشن و دولتی که تمام پایه کارش رو روی این گذاشته بود که چشمش رو بر همه چیز آخوندها ببنده برای اینکه قرارداد به اصطلاح اتمیشون رو سر پا نگه داره، واسه خاطر اینکه کل دوران ریاست جمهوریش رو به عنوان بزرگترین موفقیت صحنه بین‌المللیش رو میخواست این معرفی بکنه و اینکه نمیدونم روابطش رو با کوبا درست کرده. این دوران داره به پایان میرسه و ما با دولتی روبرو خواهیم بود که دیگه توی اون چارچوب، همونجوری که در قسمت اول صحبتم عرض کردم خدمتتون، لزومی نداره کار بکنه، دیگه تعهدی نداره که به طور کیفی سیاست‌های خارجیش با سیاست‌های خارجی آقای اوباما یکی باشه. یعنی دیگه خانم کلینتون نیستش که به خاطر همحزب بودن، به خاطر اینکه همش ریاست جمهوری خودشون رو بخواستن به ادامه ریاست جمهوری اوباما بچسبونن و به اون عنوان معرفی کنن که رأی بگیرن، با اون دیگه روبرو نیستیم. مشخصا با یک جریانی روبرو هستیم که در مورد رژیم آخوندی و در مورد تروریسمی که رژیم آخوندی در منطقه و دنیا و در خود نیمکره غربی به قول خودشون درش دخیل هستش، به صورتی که آقای اوباما با اون برخورد میکرد، به صورتی که دولت آقای اوباما با اون برخورد میکرد که چشم‌پوشی بود، که به اصطلاح این بود که به خاطر منافع دیگه‌ای برخورد اصولی نکنن، این دولت فرق خواهد کرد. به خاطر همین شرایط جدیدی به وجود میاد و این شرایط جدید مقاومت ایران الان حرف اصلیش اینه که ما و هموطنانمون و به قول مجاهدین اشرفی ها و اشرفی نشان ها در ترم هایی که به کار میبرن در مقاومت ایران، تمام ایرانی های وطن پرست باید این مسئله رو در نظر بگیرن که خدمات دوران قبل به آخوندها به پایان رسیده. یعنی ما باید این امید رو داشته باشیم که اگر فرض بگیرید در مقام مقایسه با قیام 88، ما هر چقدر در آمریکا و اروپا سرصدا کردیم که یک موضع‌گیری سخت و محکم بر علیه آخوندها و کشتاری که داشتن انجام میدن گرفته بشه و اینکه یک حمایتی از قیام کننده ها انجام بشه، با سکوت در مشخصا در آمریکا روبرو بودیم، باید این امید رو داشته باشیم که در قیام بعدی ما خودمون بتونیم موضع‌گیری های اصولی رو از دولت مردان بگیریم. باز نکته اصلی که میخوام انگوش بسارم روش اینه که خودشون لزوما این کار رو نخواهند کرد. ما باید همه کار رو دوباره خودمون انجام بدیم، باید افشاگری ها رو خودمون انجام بدیم، باید فشارها رو برای موضع‌گیری خودمون بذاریم. الان تنها تفاوتی که هستش اینه که احتمال اینکه با سکوت روبرو بشیم مثل ادمینستریشن
ادمنستریشن قبلی مثل دولت قبلی، اگر اون موقع میدونستیم که 99% با سکوت برخورد خواهیم کرد، الان احتمال خیلی بالایی وجود داره که با سکوت برخورد نکنیم. آقای عظیمی، جدای از این که خود باراک اوباما شخصا سیاست به خصوصی داشت در رابطه با رژیم ایران و همینطور بشار اسد دیکتاتور سوریه، ولی نقش لابی های رژیم چه آمریکایی و چه ایرانی در آمریکا هم این مواضع اوباما رو برجسته تر میکردن و بالاتر میبردن. میخوام بپرسم که با توجه به اینکه ترامپ سر کار میاد در جمهور جدید آمریکا هست، این سرنوشت این لابی های رژیم در آمریکا چگونه رقم خواهد خورد؟ چون سوریه رو هم مطرح کردید، اجازه بدید من یک جمله در مورد سوریه بگم حتما. تا بعد بپردازم. در مورد سوریه هم اگر توجه داشته باشید، آقای اوباما ادمنستریشنشون برخوردش تقریبا مثل برخورد با آخوندها بوده و بسیاری به قول خودشون خط قرمزهایی که سوریه عبور کرد با سکوت روبرو شد و حتی در بمباران شیمیایی مردم سوریه هم که قرار بود لاقل یک موضعی محکمتری بگیرن، باز به خاطر دخیل بودن خود آخوندها در اون مسئله منطقه‌ای، دولت اوباما اونجا هم چشم پوشی کرد و این نکته هم قابل بررسی هستش که با تغییر دوران آقای اوباما و پایان اون سکوت ها در مورد سوریه هم سرنوشت بشار اسد دیکتاتور سوریه اونطوری که 8 سال گذشته بوده و اون طوری که مشخصا 4-5 سال گذشته بوده که تونسته هر کاری انجام بده و در صحنه بین المللی با عکس العمل که باید روبرو بشه نشه، اون هم احتمالا تغییراتی خواهد بود با پایان دوران آقای اوباما و اون هم خبر خوبی برای آخوندها نیستش و یک جنبه حراسشون از تغییراتی که در پیشه اون هم هستش که حالا ایشالله در سر فرصت در مورد اون هم صحبت خواهد شد. حتی با توجه به اینکه خود ترامپ مایل هست روابطش با روسیه بهتر بشه، بازم فکر می‌کنین تغییراتی در شرایط سوریه به وجود خواهد اومد؟ مسئله روسیه و اینکه عاقبت رابطه آمریکا و روسیه چه خواهد شد، اون به قول معروف داستانیه که هنوز در حال نوشته شدن هستش و یک سری تمایلات و حرفهایی آقای ترامپ زدن که مثل بقیه مسائلی که در مورد سیاستهای کلی خارجی و داخلی آمریکا در انتخابات یک صحبتهایی میشه ولی در عمل یک تغییرات کلی باید درش صورت بگیره، من خودم اون رو در اون چارچوب میبینم که اون چیزی که ما شنیدیم آخر داستان نخواهد بود. مقایسه کنم با مثلا فرض کنید مسائل داخلی خودشون، مسئله بیمه درمانی که به اسم اوباما کر اینجا مشهوره، ایشون آقای ترامپ یک هفته هم نگذشت از اینکه انتخابات تموم بشه مجبور شدن موزگیری هایی که سر اون کرده بودن رو تغییر بدن و تعدیلش بکنن به یک چیزی که قابل پسندتر هستش. اینه که من فکر کنم این مسائل داستانش در حال نوشته شدن هستش و باید یه مقدار صبر کنیم و ببینیم روند جریانات به کدوم طرف خواهد بود. ولی من بر این مطمئن هستم که فقط به خاطر همون عنصر تغییر، فقط به خاطر اینکه دیگه سیاست‌هایی که 8 سال گذشته بوده، سیاست‌های کلی حاکم بر مسئله سوریه از طرف آمریکا نخواهد بود، تغییراتی که به وجود میاد برای آخوندها خوشایند نخواهد بود، ترسالوده و برای همین برای مردم و مقاومت ایران خبرهای خوبیه، چون دشمن ما اگر در ترس و وحشت باشه برای ما خوب هستش. حالا برگردم به سوالی که شما در لابی آخوندها مطرح کردیم. حالا به قول اون ضرب المثل قدیمی میگفتن طرف رو به ده را نمیدن، سراغ خونه کت خدا رو میدن. حالا این هم شده حکایت رژیم آخوندی که وقتی که توی همین آمریکا همه یادشون هست در مورد خروج نام مجاهدین و مقاومت ایران از اون لیست سیاه و ملغا کردن اون برچسب ناچسب تروریستی موقعی که اونها در جریان بود، خب ببینید همین رژیم و این حامیان فارسی زبان و انگلیسی زبانش هر اون چیزی رو که در چنته داشتن برای علیه مقاومت به کار بردن، واقعا هر چیزی که در چنته داشتن، از حمایت بیدریق وزارت امور خارجهشون بگیری تا امدادهای غیبی و غیر غیبی. اما خب در آخر شکستی مفتزهانه خوردن
در جریان پروژه انتقال مجاهدین از زندان لیبرتی به کشور آلبانی هم اینها آشکار و پنهان هر کاری که میخواستن کردن که این پروژه به شکست بخوره و اعضای شورای مرکزی مجاهدین لاقل یک چند نفرشون نتونن سالم برسن، ولی با خود شکست خوردن. منظورم اینه که وقتی که توی اون به قول خود آخونده توی اون دوران طلایی ریاست جمهوری اوباما نتیجه کارشون شکست بعد شکست بوده، حالا ببینید با تموم شدن اون دوران این مردم و مقاومت ایران هستن که باید تهاجمی باشن و باید با حد اکثر توان به تمام این به قول معروف سرانگشتای رژیم این بر اون بر هر کی میخوان، همه حامیاش فارسی زبان و غیر فارسی زبانشون، ما باید به صورت تهاجمی با اینها برخورد بکنیم که این رژیمی که الان خودش غرق در تضادهای درونی خودشه، دعوای به اصطلاح جنایشون اینقدر بالا گرفته، هیچ چیزی این رژیم دیگه در چنته نداره که مشخصا در این آمریکا بر علیه مقاومت و مردم ایران استفاده کنه ازش. همه شاهد هستیم همین روزا به خاطر اینکه این شخصیت هایی که برای دولت آقای ترامپ مطرح هستند، کسایی هستند که حامی مقاومت ایران هستند، رژیم و برگای سوخته ای که داره چی رو دارن مطرح میکنن الان؟ تنها چیزی که تونستن از چنتهشون بیرون بکشن باز برگ سوخته این که مجاهدین و مقاومت در لیست تروریستی بودن. یعنی ببینید یک برگ سوخته ای که در دادگاه‌های رسمی آمریکا رفته بررسی شده، به دولت دستور داده که آقا اینا اصلا وجودشون در این لیست غلط بوده، دستور داده که خارج کنیم، الان رژیم و حامیای فارسی زبان و غیر فارسی زبانشون تنها چیزی رو که تونستن از جعبه جادوی خودشون بیرون بکشن و بر علیه این کاندیداهای کابینه آقای ترامپ که به مقاومت و مجاهدین خلق ایران نزدیک هستن بکنن اینه که این مجاهدین، این امریکه توی لیست تروریستی بودن، حد اکثر کارشون همینه. خب بنابراین اصلا باز به سالهای قدیمی خودمون رو بخوام بزنم، همین که آخه مرچه چیه که دیگه کل و پاچش چی باشه؟ اینا دیگه رژیم آخوندی ببینید انقدر وضعیتش خرابه که دیگه در بحبوحه این تغییراتی که داره انجام میشه تنها و تنها و تنها همین برگ سوخته رو داره که روی میز بذاره و مطرح بکنه. اینها غافل از این هستن که دیگه با پایان اون دوران لزوماً و اجباراً اون تأثیراتی که در دولت و در سیاست داشتن رو دیگه نخواهند داشت. یعنی مشخصاً ببینید صدای آمریکا بسیار خدماتی به آخوندها انجام میداد. این صدای آمریکا صدای رسمی وزارت امور خارجه آمریکاست که به این ور اون ور پخش میشه. خب وقتی که در اون وزارت خونه تغییری انجام بشه، وقتی که سیاست کلی اون وزارت خونه به طور کیفی تغییر بکنه، شکی نباید کرد که اون چیزهایی رو که ما از صدای آمریکا دیدیم دیگه نخواهیم دید. چیز متفاوتی خواهد بود. اون که عمل و عکره رژیم هی برای توجیه سیاست ها پای خط آورده بشن و صحبت بکنن و تمام اذهان رو به طرف غلط سوق بدن که این سیاست درسته در حالی که سیاست به نفع آخوندها بود، اونها رو دیگه با نباید انتظار داشته باشیم که به اون صورت ادامه پیدا بکنه. چه خواهد بود رو باید صبر کنیم ببینیم، ولی قدر مسلم اینه که تغییر خواهد کرد، عوض خواهد شد. دقیقا همینطور. خیلی ممنونم از وقت و توضیحاتی که دادید آقای عظیمی. امیدوارم که مردم ایران و مقاومت ایران هرچه سریعتر به پیروزی برسن و دست در دست همدیگر این رژیم صفاک را از صحنه تاریخ خاورمیانه و همینطور کشور خودمون پاک کنن. روزتون بخیر. خیلی ممنون از شما. من هم دقیقا با این آرزوی شما هم آرزو و هم عقیده هستم و برای شما آرزوی موفقیت دارم و برای همه شنوندگانتون در هر کجای دنیا که هستن آرزوی سرفرازی و پیروزی. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک اراده کرده ام ز خاطرات سرخ یاز، ز پارک ها ز خانه ها ز مدرسه کلاس، ز کوچه ها ز راه های تنگ و ناشناس، به دوزخی مخوف رهنمون کنم تو را. اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را، ز خاک به روشنی
چه سال ها ز باغ ما جوان کشته ای، ستاره های شهر را شبان کشته ای، چقدر از تبار ما تران کشته ای، قسم به داغ لال غرق خون کنم تو را، اراده کرده هم که سر نگون کنم تو را، صدای ارتشی بزرگ تنبادی از شهانه ها، در شبانه های بی حضور گوشنای صبح چاره ها، هر گذر به نام یک شهید، هر یکان پر از ستاره ها، کوچه کوچه های این وطن پیشه پلنگ باره ها، من از کنام شیرهای آریاییم، به ترس از شرار قلب استواییم، کنون برای فتح قله ها هواییم، چه خوش دچار وحشت و جنون کنم تو را، اراده کرده هم که سر نگون کنم تو را، ز خاک بهر و روشنی برون کنم تو را، اراده کرده هم که سر نگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را، اراده کرده